ملی پوش تیم ملی کشتی آزاد با انتشار یک استوری از مدافع پرسپولیس نسبت به تفاوت دستمزدها و پاداش‌های کشتی و فوتبال انتقاد کرد. صحبت‌های محمد حسین کنعانی‌زادگان در گفتگو با برنامه شب‌های فوتبالی حالا با واکنش یکی از ملی پوشان تیم ملی کشتی آزاد همراه شده و امیر محمد یزدانی یک بار دیگه بحث به تفاوت فاحش میان دستمزد فوتبالیست‌ها و مدال آوران سایر رشته‌ها و به خصوص کشتی پرداخته. داستان از این قراره که پس از رقابت‌های جام جهانی 2022 به تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال مجوز واردات خودروهای لوکس و گران قیمت خارجی با عوارض پایین گمرکی داده شد که سر و صدای زیادی به پا کرد. 32 بازیکن ملی پوش تونستن خودروهایی با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار آزاد وارد کشور بکنند. چند شب پیش و در مصاحبه‌ای که کنعانی زادگان با شب‌های فوتبالی انجام داد، در خصوص این مجوز و همچنین خودروی لوکسی که زمان عقد قرارداد با پرسپولیس به محل ساختمان باشگاه برده بود، به صحبت پرداخت که حالا با واکنش یکی از قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد همراه شده. کنعانی در این مصاحبه گفت باشگاه پرسپولیس به قدری بزرگه، باید با ماشیکانی خیلی خوبی به اونجا رفت. مدافع پرسپولیس سپس در پاسخ به این سوال که گفته میشه قیمت آن خودرو 100 میلیارد بوده گفت نه، اون خودرویی که با اون به باشگاه رفتم گذر موقت بود، ولی ارزش یکی از خودروهایم 100 میلیارد تومانه. زمانی که این بازیکن اعلام کرد که یک خودرو رنجوور وارد کشور کرده، مجری برنامه از او پرسید که آیا این خودرو سر همان داستانهای پاداش تیم ملی از جام جهانیه، که کنعانی در پاسخ میگوید بله، سر همان مجوزهای جام جهانیه. حالا یزدانی ویدیوی میکس شده از ترکیب صحبت‌های پژمان درستکار با گفته‌های کنعانی رو در صفحه شخصی خودش استوری کرده، جایی که سرمربی تیم ملی کشتی آزاد میگه تبعیض آمیز عمل نکنیم، خواستم اینه، بچه‌های ما برای کسی کیسه ندوختن، کشتیگیر برای کسی کیسه ندوخته، ولی وقتی یک چیزی هست به یک رشته‌ای و به یک تیمی که در طول تاریخ موفق‌تر بوده و افتخارات بیشتری برای کشورمان به دست می‌آورد، حتما باید نگاه بهتر و بالاتری باشد. عدالت یعنی این. امیر محمد یزدانی که در مسابقات جهانی 2021 اسلو و همچنین 2023 بلگراد موفق به کسب مدال نقره شد، پیش از این نیز سابقه نایب قهرمانی در تورنمنت‌های جام جهانی 2022 آیووای آمریکا، زیر 23 سال جهان و زیر 19 ساله‌های آسیا را در کارنامه خودش داره. یزدانی یک بار نیز در تورنمنت یاشوردوغو عنوان قهرمانی را به دست آورده. حالا او با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خودش نوشته خوبه ها، به بازی جایزه بگیری، در جایی از کره خاکی هستیم که عدالت فقط یک واژه و معنای خاصی نداره، باز هم خدا رو شکر ندویدیم دنبال تیشرت کسی، دم همتون گرم بابت حمایتتون. یزدانی پیش از این نیز در مصاحبه نسبت به وضعیت پاداش‌های کشتی و دستمزد فوتبالیست‌ها انتقاد کرده بود. تیم ملی فوتبال در بین آسیایی‌ها بدترین عملکرد را در جام جهانی 2022 قطر داشت و از گروه خودش صعود نکرد. آنها فقط یک برد داشتند و با دو باخت کارشون تموم شد. اما کشتی همیشه مدال آور بوده و از این لحاظ ورزش اول کشوره. این همه بی‌توجهی و تبعیض اصلاً عادلانه نیست. پیش از این فدراسیون کشتی اعلام کرده بود که در مجموع مبلغ 3 میلیارد و 740 میلیون تومان پاداش به 9 مدال آور کشتی ایران در رقابت‌های جهانی بلگراد که اواخر شهریور برگزار شد پرداخت خواهد کرد. بر این اساس برای طلایی‌های ایران در این رقابت‌ها مبلغ 500 میلیون به همراه حقوق ماهیانه به مدت یک سال به مبلغ 30 میلیون، مدال آوران نقره مبلغ 200 میلیون تومان به همراه حقوق ماهیانه به مدت یک سال به مبلغ 15 میلیون و مدال آوران برنز مبلغ 100 میلیون به همراه حقوق ماهیانه به مدت یک سال فقط 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده. و حالا واقعا چی بگم، حق داره وقتی میبینه که صحبت خنده داره، یعنی تو این همه مثلا رفتید زحمت کشیدید مدال جهانی آوردی، حالا برنز بوده 10 میلیون داری میگیری، یعنی حقوق قانون کار چی 10 میلیون تومان؟ واقعا این همه
سختی و رنج و حالا مدال بخوای کسب کنی، افتخار آفرین برای کشور بکنی، مدال برونز مثلا بگی 10 میلیون، نقره بگیری 30 میلیون، طلا بگیری 50 میلیون. از اون طرفم حالا همونطور که دیدین تیم ملی که دیدیم دیگه چی شد، دیگه رفت حالا 6 تا از انگلیس خورد، حالا کاری به اون اتفاقات نداریم، اون مدت چه اتفاقاتی افتاد، باز تو بازی با اردن رفتن پرچم فلسطین دستشون کردن و گفتن که آقا مثلا فوتبال سیاسی نیست، موقع جام جهانی میگفتن فوتبال سیاسی نیست و ما نمیخوایم وارد سیاست بشیم. دیدیم همین هفته پیش که حالا جام ملت جای مسابقات اردن بودش با پرچم فلسطین رفتن و خیلی، یعنی نمیدونم چرا این کارا رو دارن میکنن، یعنی به جای که آقا بعد بگیم حالا حداقل اون موقع شما کاری نکردین، یک الان یک کاری بکنید دل مردم به دست بیارین، چرا واقعا این کارا رو میکنین؟ آتیش رو زخم مردم، نمک رو زخم مردم میپاشین، خیلی این کار بده. به هر حال رفتن حالا با اون فزعه 6 تا گل خوردن، از آمریکا هم باختن، حالا ولز رو بردیم، تونستن نگار یه حواله خودرو بگیرن که میبینیم میان میگه 100 میلیارد تومانه، که چی بگه آدم 100 میلیارد، یعنی چقدر کارگر ساده، کارمند ساده باید کار کنه، چقدر بعد هفت نسلش هم کار کنه که بتونه 100 میلیارد بگیرن. بعد حالا بازیکن ما قشنگ با افتخار میاد میگه آقا نه من قشنگ 100 میلیارد گرفتم، تازه میگه این یکی از خود رو هم 100 میلیارد داده، یکیشون فقط این قیمت، معلوم چند تا دیگه داره این 100 میلیارد اصلا توشون گمه. از اون طرف کشتیگیر ما هر جا المپیک منتظریم آقا کشتی شروع بشه، مدال بگیریم، مسابقات آسیایی منتظر کشتی مدال بگیریم، تو مسابقات جهانی همیشه افتخار آفرینی میکنن، بعد بیاد مثلا 5 میلیون 30 میلیون 10 میلیون بگیره، اصلا این چیز خنده‌داریه. واقعا من خودم خبرو خوندم مثلا خندم گرفته و واقعا به نظر من حق داره امیر محمد یزدانی، این همه سال رفته تلاش کرده، تازه اونم یک سال فقط 30 میلیون میگه، یعنی اگه سال دیگه حالا مصدوم مثلا بشه، نه محروم بشه، نتونه مدال بگیره، اصلا نیست، یعنی فقط همین یک سال 30 تومن میگیره و این خیلی خنده داره. باید ببینیم چه اتفاقی افتاد. حالا شما بگیم به نظرتون کشتیگیری که آقا این همه افتخار کسب کرده حقشه اینقدر بگیره، یا مثلا فوتبالیستی که رفته جام جهانی حالا هم تلاش کرده هر چقدر اون حقشه مثلا خود به 100 میلیاردی بگیره. به هر حال شما نظر بدین دیگه در آخرین ویدیو تو کامنت ها حتما بنویسین که چه کسی حقش، آقا این عدالت عدالت نیست و دیگه چه خبرایه. و چیزی دیگه هم باقی نمیمونه، خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودین، خیلی خوشحالم که شما عزیزان کنار من هستین. همونطور که من همیشه تو همه ویدیوها میگم، کانال ما در مورد اخبار و حواشی و خلاصه بازی‌های اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال هست. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید حتما 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 کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر موقع ویدیو جدید ما آپلود شد شما اولین نفری باشید که ازش با خبر میشید. خیلی دوستتون داریم، چاکریم، مخلصیم، ارادت خیلی زیاد. فعلا یا علی، خدا نگهدار.